أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير و ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين أرزي سلام دارم خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و در ادامه مباحث مربوط به صفات الهی در این جلسه به یک دیگر از صفات معروف الهی یعنی صفت قدرت می پردازیم. صفت قدرت یک از اوصاف معروف الهی هست و خداوند متعال را ما با عنوان قادر قادر مطلق میشناسیم. و قادر کسی است که از صفت قدرت باید برخوردار باشد اونچه مهم است در این جلسه این است که ما یک تحلیلی از معنای قدرت داشته باشیم و بعد اون رو در مورد خداوند متعال بخواهیم مورد بررسی قرار بدیم و در نتیجه برخی از شایبه ها و اموری که ممکن است دلالت بر نقص و ای و کمبودی داشته باشد این ویژگی ها را از صفت قدرت الهی می و در نتیجه اون معنای نابی که برای صفت قدرت باقی می ماند اون رو برای خداوند متعال اثبات می کنیم در ابتدا میریم به سراغ این که اساسا قدرت چه زمانی قابل تصور هست و ما از ویژگی و صفت قدرت چه برداشتی رو می توانیم داشته باشیم خب در مقدمه میفرماید که به صورت کلی موجودی که کمال خاصی رو نداشته باشد بسیار روشن هست که نمی تواند اون رو به دیگری ببخشد خب در نتیجه هر موجودی که یک کاری رو در حق دیگری انجام میدهد یا وصفی رو به دیگری میبخشد در صورتی این توان را دارد که خودش دارای اون چی باشد و به عبارت دیگر وقتی یک فائلی کاری رو انجام میدهد در صورتی میتواند اون کار رو انجام بدهد که با آن یک نوع سنخیت داشته باشد و صدور فعل از فاعل که واجد کمال آن هست ممکن خواهد بود و اگر فاعل یک کمالی را نداشته باشد خب قطعا محال خواهد بود طبق قاعده معروفی که هر چیزی که خودش واجد یک چیزی نباشد نمیتواند اون رو به دیگری ببخشد خب حالا وقتی ما در مورد فائل هایی که کاری را در حق دیگری انجام می دهد و سنخیت با اون کار خودش هم دارد در مورد این گونه فائل ها ما میگوییم که چنین فائل توان و قدرت انجام این کار را دارد خب پس در نتیجه بحث توان و بحث قدرت و بحث نیرو اینجا به میان می آید که یه فائلی وقتی سنخیتی با فعل داره و خودش هم دارای کمالی هست که میخواهد اون را انجام بدهد در یک همچنین وضعیت ما تعبیر میکنیم که این فائل قدرت انجام این کار را دارد یعنی با این کار هم سنخیت داره و هم توان و واجد این کمال هست و میتواند این را انجام بدهد خب حالا وقتی ما این قدرت رو دیگه تقریبا توان رو و این نیرو رو در مورد این گونه فایل ها وقتی موردی بررسی قرار میدیم میگه اگر وقتی ما همین مفهوم رو که یک نوع سنخیت فایل با فعل رو نشان بدهد و دارای اون قدرت یا اون وضع و اون نیرو هم باشد اگر ما همین مفهوم رو به یک فائل که زنده هست خب فائل که حیه این مفهوم رو به او بخواهیم نسبت بدیم فائل حی هم فائل هست که دارای شعور و اراده باشد به دلیل اینکه در بحث صفت حیات این مطلب رو بحث کردیم و گفتیم که از لوازم حیات خب همین بحث علم، اراده و قدرته حالا اگر ما بخواهیم همین بحث قدرت رو به یک فائلی که دارای اراده و شعور هست این رو نسبت بدیم یا همین مفهوم رو به او اختصاص بدیم در نتیجه دایره دائر فائلیت رو به فائل های مختار محدود کنیم بگیم که فائلیت رو فقط مخصوص فائل که دارای اختیار هست به اونا بگیم فائل و بعد بیاییم همین مفهوم رو هم مفهوم قدرت رو هم به اونها اختصاص بدیم فائل که دارای اختیار هست خب در بحث اقسام فائل ما هشت قسم فائل رو مورد بحث قرار دادیم که از جمله فائل هایی که دارای اختیار بود خب یکی از اونها فائل بلقصد بود که کارهای خودش رو تصور و تصدیق کرد و بعد انجام میداد فائل بالعنایت بود و فائل بالرضا و فائل بالتجلی بود خب این چهار تا فائل رو ما در بحث اقسام فائل بحث کردیم که در هر کدام از این اقسام کاملا اراده مطرح هست و این فائل ها هر کدام کارشان را با اراده و اختیار خودشان انجام میدهد در انجام کار خود مجبور نیستند تا فائل بیل جبر باشند در انجام کارهای خود تحت تاثیر یا فایل دیگر هم نیستند که فایل بیل باشد بلکه اینها دارای اراده و اختیار هستند حالا اگر ما بیاییم دایره فعالیت را به همین فعالهای بل اراده و فایل هایی که اراده کننده هستن محدود کنیم و بعد بیایم این مفهوم قدرت رو به این گونه فایل ها اختصاص بدیم در نتیجه مفهوم قدرت اینجا شکل پیدا میکند و معلوم می شود که فایل هایی که دارای اراده و اختیار هستند اگر قدرت انجام کار خود را داشته باشند ما میگیم این فایل قادره این فایل دارای قدرت هست تا اینجا مشخص شد که ما قدرت رو در مورد چه فایل هایی می توانیم به کار بگیریم گفتیم پس قدرت در بحث مفهوم در فایل های طبیعی فایل بل جبر فایل بل قصر در این گونه فایل ها مطرح نمی شود بلکه در بحث فایل بل اراده مطرح می شود حالا فایل بل اراده فرق نمی کند که فایل بل قصر باشد فایل بل باشد فایل بل باشد یا فایل بل تجلی باشد در هر کدام از اینها ما می توانیم مفهوم قدرت رو مورد بررسی قرار بدیم خب با توجه به این توضیحی که داده شد که دقیقا مفهوم قدرت کجا کاربرد داره و چه ویژگی باید در این فائل که دارای قدرت باید باشد وجود داشته باشد از این مقدمه می خواهیم به تعریف قدرت برسیم و می توانیم قدرت رو این گونه تعریف کنیم که قدرت عبارت است از مبدعیت فائلی حی مختار برای افعالش یعنی اگر ما یه فائلی که بل اراده هست طبیعتا فائلی که اراده داشته باشد حتما حیاتم داره و حالا همین فائل حی که اختیار و اراده را دارد اگر مبدع قرار گرفت برای افعالش و سنخیت داشت این فائل با کارهایش و توانی انجام اون کار را داشت ما به این گونه فائل ها می که دارای قدرت و قدرت هم یک همچنین حالتی را بخواد بیان بکند که یعنی فائل حی مختار اگر مبدع قرار گرفت برای کارهایش و توانیست کارهای خودش را انجام بدهد ما می گیم که این فائل دارای قدرت هست و اگر چنین فائلی دارای کمالات نامتناهی باشد در نتیجه قدرت نامتناهی هم خواهد داشت در این کاملا مشخص هست که قدرت دوباره دارای مراتب مختلف هست و با توجه به این تحلیل کاملا بحث قدرت در مورد خداوند متعال اثبات می شود چرا؟ به دلیل اینکه خداوند فائل حی است فائل مختار هست مبدع برای افعال خودش هست و توانایی انجام کارهای خودش را دارد با کارهای خودش هم سنخیت داره و در نتیجه واجد تمام کمالات هست و از جمله اون کمالات کارهای خودش را هم دارا هست و می تواند کار خودش را هم انجام بدهد و به هر مقدار این فائل حی مختار از کمالات بیشتر برخوردار باشد به همون نسبت هم از قدرت بیشتر برخوردار خواهد بود و ما در مورد خداوند متعال وقتی دانستیم که خداوند از کمال نامتناهی برخوردار هست از این نکته پی میبریم که پس از قدرت نامتناهی هم برخوردار هست این تحلیلی هست که کاملا مشخص کند خداوند متعال دارای قدرت هست و به دلیل کمال نامتناهی از قدرت نامتناهی هم برخوردار هست و نیازی به برهان دیگر هم در این زمینه وجود نداره خب طبق این بیانی که مطرح شد قدرت رو کاملا دانستیم که یک مفهوم مشککه یعنی چی یعنی دارای مراتب مختلف است که از مرتبه خیلی سطح پایین شروع می شود که هر موجودی توان انجام کار را دارد حالا این کار هم کارهای خیلی ریز باشه تا برسد به خداوند متعال که قدرتش نامتناهی است به دلیل کمالات نامتناهی که داره از این جد قدرت یک مفهومی مشکک هست مصادیق دارای مراتب مختلف هست حالا ما در مورد مصادیقی که قدرتمند به حساب می آیند خب می توانیم از موجودات ریزی که توان انجام یک کاری را دارد او را هم می توانیم بگیم قدرت داره قدرتمنده تا برسیم به موجودات بالاتر و به همین ترتیب هر مقدار این مسادق مختلف رو ما مورد بررسی قرار میدیم خب میبینیم که در هر کدام از این مسادق مفهوم قدرت رو میشود پیدا کرد خب لذاست که میفرماید این مفهوم شامل قدرت حیوان و انسان حالا حیوان رو هم به دلیل همین که اگر در یک قسمت های موجودی که حی هست و مختارم هست که اگر در بعض از کارهای خودش اختیار رو هم برایش اثبات بکنیم میبینیم که این قدرت در مورد او هم وجود داره در مورد انسان که کاملا مشخص هست که موجود انسان هم به عنوان یک موجود حی مختار مبدع کارهای خودش قرار میگیرد و از این جهت این هم دارای قدرت هست از انسان بالاتر به مجرداده تام وقتی برسیم میبینیم که مجرداده تام هم دارای قدرت بیشتر هستند تا برسد به خداوند متعال که در رأس همه موجودات هست و خداوند متعال هم از قدرت نامتناهی برخوردار می باشد خب این مسئله را ما در مورد قدرت بیان کردیم مفهوم وجود، مفهوم حیات، مفهوم علم هم یه همچنین حالت را دارد که ما برای وجود، برای علم، برای حیات هم می توانیم یک مفهوم مشکک در نظر بگیریم که مصادیق مختلف اینها دارای مراتب گوناگون هست وجود هم همینطوره یعنی ما اگر در مورد موجودات نگاه میکنیم مصادیق موجود باز هم میبینیم از اون ریزترین موجودات گرفته تا موجود تا وجود مطلق علم هم همینطوره از اون یک ذره علمی که برای یک موجود حاصل میشود تا برسد به اون علم نامتناهی و حیات هم به همین ترتیب کاملا مشخص هست که مصادیق اینها دارای مراتب مختلف هست و اطلاق این گونه مفاهیم بر خداوند متعال حالا ما وقتی میاییم با توجه به این که هم قدرت هم علم هم حیات هم اراده و خیلی از صفات دیگر دارای مصادیق مختلف هست از ریزترین موجودات رو در بر میگیرد تا بالاترین موجودات حالا در مورد خداوند متعال وقتی ما این مفاهیم رو به کار میبریم توجه داریم که نباید اون لوازمی که مربوط به مسادق ناقص هست این لوازم رو ما در مورد خداوند متعال هم به کار ببریم و باید مفهوم رو به گونه تجرید کنیم که لوازمی که مال مصادق پایین هست مسادق خاص است. این لوازم رو ما در مورد خداوند متعال به کار نبریم اینا رو تجرید کنیم یعنی اون محدودیت ها اون نقص ها اون در واقع کمبود هایی که در مورد برخ از موجودات ناقص داریم این رو ما در مورد خداوند به کار نمیبریم حالا بحث ما فعلا در قدرت هست مثلا ببینیم قدرت رو ما درباره موجودات مختلف به کار گیریم خب همون گونه که اشاره شد مصادیق مختلف رو توانیم دارای قدرت به حساب بیاوریم که حیوان، انسان، مجردات تام و مجرد محضی که خداوند متعال باشد در یک همچنین موارد وقتی نگاه میکنیم میبینیم که قدرتی که در حیوان و انسان وجود داره میبینیم انسان در صورت قدرتمند هست کارش رو میتواند به صورت ارادی انجام بدهد که چند تا ویژگی رو باید داشته باشد مثلا انسان وقتی میخواهد یک کاری رو انجام بدهد پیش از آن که کاری رو انجام دهد و قدرت خودش رو در انجام این کار نشان بدهد خب چند تا کار دیگر رو انجام میدهد مثلا اون کار رو اول تصور میکند که یه چیزی رو دربارش فکر کنه بعد از آنه که فکر کرد تصدیق پیدا میکند به این که این کار کار خوبیه فایده ای دارد و کمالی در آن وجود داره باید این کار را انجام داد بعد از تصور و تصدیق حالا باید یه انگیزه روانی پیدا بکند که برای رسیدن به کمال برای رسیدن به ای که در این کار هست باید این کار را انجام داد پس میبینیم انسان برای انجام کار خودش نیاز به تصور داره تصدیق به فایده داره تحقق انگیزه و عزم و تصمیم داره که باید این تصمیم برایش فراهم بشود و بعد از آنی که این امور محقق شد حالا باید دوباره این فعالیت بدنی هم شروع بشود تا یک کاری صورت بگیرد خب حالا این امور رو که مطرح کردیم همه این امور از لوازم نفوسی متعلق به ماده است یعنی نفس انسان که تعلق به بدن داره یه همچنین کار رای نیاز داره به دلیل اینکه این نفس بدون این بدن نمیتونه کار خودش را انجام بدهد لذا نفس تصور میکنه تصدیق میکنه بعد تصمیمم اگر میگیره دوباره میآید این بدن را فعال میکنه که قدرت و نیرویی که در بدن هست اینا تحریک میشود فعالیت خودش را شروع بکند اگر کار کار دستی بود دست باید فعالیت کند اگر نیاز به رفتن داشت که پاها باید فعالیت بکند و به همین ترتیب اگر نیاز به دیدن بود چشم باید اینجا فعالیت بکنند و تمام این گونه کارهایی را که ما میبینیم برای انجام یک کاری چقدر این اموری متعدد لازمه خب حالا اگر ما میخواییم این قدرت رو در مورد انسان با یک همچنین لوازم اثبات میکنیم آیا در مورد خداوند متعال هم یه هم رو می توانیم بزنیم که بگوییم خداوند متعال هم برای این که کار رو انجام بده و قدرتی انجام یک کار را داشته باشد باید این امور رو پشت سر بگذاره یا نه ما میگیم این گونه امور مال موجودات هستند که یک نوع تعلق به بدن و به ماده داره موجوداتی که مجرد تام هستند اونها این امور رو لازم ندارن بدون اینکه تصور و تصدیق و بعد از به انجام کار و بعد فعالیت بدنی نیاز داشته باشند اونا کار خودشان رو خیلی سریع انجام میدن و به همین جهت است که این لوازم رو که مخصوص موجودات هستند یا مادی یا تعلق به ماده دارن خب این گونه امور رو ما در مورد خداوند متعال به کار نمیبریم حتی در مورد مجردات دیگر هم این رو به کار نمیبریم و خداوند ساحت قدس الهی منزه هست از این که ما بیاییم برای خداوند هم مقام تصور و تصدیق و بعد از به کار و ایجاد انگیزه و امثال اینها رو مطرح بکنیم و نکته دیگر هم مطرح هست این است که در انسان وقتی میخواهد این کار رو انجام بدهد قدرت خودش رو به انجام یک کار نشان بدهد خب به دنبال تصور و تصدیق و تصمیمی بر انجام و ایجادی انگیزه یه علم حصولی هم در مورد انسان پیدا می شود که یک انگیزه زائد علاوه بر تصور و تصدیق یه انگیزه زائد بر ذات خودش هم پیدا می شود که قبلا این انگیزه را نداشت بعد از تصور و تصدیق یه انگیزه را پیدا می کند خب حالا در مورد خداوند متعال ما می توانیم بگوییم که اون هم یک دایی یا انگیزه زایدی بر ذاتش داره و بعد از اون می تواند این گونه کارها را انجام بدهد میگم نه این امور در مورد خداوند لازم نیست و اون چه در همه موارد قدرت معتبر هست پس این سری عوامل و لوازمی که به گونه در واقع تعلق به ماده را نشان میدهد و همچنین علم حصولی رو به میان می آورد، این گونه امور را ما نمی در مورد خداوند متعال به کار ببریم و خاطر این که این امور مال مصادیق سطح پایین قدرته و قدرت خداوند متعال که از اون درجه بالا برخوردار هست این گونه امور را لازم نداره بله یک سری امور هست در قدرت که اینها باید در همه باشد یعنی در همه مصادیقی که قدرتمند هستند باید این امور رو داشته باشد از جمله خداوند متعال هم لازم است این امور رو داشته باشد و آن عبارت است از این که در انجام یک کار باید علم داشته باشد حب به معنای عام هم باید داشته باشد که ما در بحث محبت مطرح کردیم چندین معنا برای اراده و برای محبت یا حب مطرح کردیم خب حب رو هم جای معنای معنای عام در نظر گرفتیم که این گونه معنای عام حب در بحث قدرت لازم هست که در همه موارد وجود داشته باشد عالی ترین مصداق این علم و حب همون علم و حب است که خداوند متعال داره و عین ذات الهی هست و در نتیجه به دلیل همون علم و محبتش خب قدرتی بر انجام کار هم داره و این لازمه اما برخی از لوازمی که مال مصادیق سطح پایین هست و در درجات پایین اون لوازم مطرح هست این گونه امور در مورد خداوند متعال مطرح نمی شود که بحث کردیم که گفتیم مثل تصور و تصدیق و داعی و انگیزه زایدی بر و امثال اینها در مورد خداوند متعال راه نداره خب تا اینجا بس روشن شد، مفهوم قدرت تا حدود توضیح داده شد و بیان شد که با توجه به, مفا... به مسادق دارای مراتب مختلف ما اون چیزی را که برای خداوند می در بحث قدرت اثبات بکنیم اون در واقع معنای تجریز شده از هر گونه عیب و نقص و محدودیت هاست که فقط اون رو می توانیم در مورد خداوند اثبات بکنیم اما برخی از لوازم و برخی از اموری که در مصادیق سطح پایین و مصادیق قدرتمنده که در سطوح پایین تر قرار دارن خب اون رو در مورد خداوند متعال به کار نمیبریم یه نکته دو تا نکته دیگر هم در ادامه مطرح هست که اشاره کوتاهی به اونها هم داشته باشیم یک نکته است این است که اثبات قدرت برای خداوند متعال مستلزم اثبات اختیار هم هست یعنی وقتی ما میگوییم قدرت خداوند دارای قدرت هست خب قدرت حتما همراه خودش اختیار را نیز لازم دارد برای اینکه قبلا بحث کردیم که قدرت ملازم با علم و اختیار هست خب این رو با هم همراه هم هستن در نتیجه نمیتوانیم خداوند را قادر بدانیم اما اختیار را از خداوند متعال سلب بکنیم و اختصاص به فاعل حی مختار داره لذا قدرت تنها مربوط می شود به موجود که فاعلی که حی است و دارای اختیارم هم باشد بنابراین بحث قدرت را ما فقط در مورد فائل های زنده مختار مطرح می کنیم در دست 38 توضیح داده شد که حالا وقت ما قدرت را در بحث فائل های حی مختار مطرح می کنیم حالا نیاز این هست که باید اثبات بکنیم که خداوند باید حتما اگر قدرت داره اختیار هم داشته باشد میگه بله ما اختیار را در دست 38 بحث کردیم و اونجا بیان کردیم که بالاترین مرتبه اختیار مخصوص خداوند متعال هست به دلیل اینکه در بحث اختیار وقتی مطرح شد دانستیم که فائل های مختار هر کدام می تواند تحت تاثیر عوامل مختلف قرار بگیرد تنها خداوند است که تحت تاثیر هیچ عامل درونی و بیرونی قرار نمی گیرد و از این جهت است که کاملا اختیار به معنای عام و تام را دارا هست خب وقتی اختیار را داشته باشد در نتیجه قدرت که ملازم با اختیار هست خب با اختیار قدرت هم اثبات خواهد شد این یک نکته است که با این بحث قدرت اختیار هم تا حدود دیسپات می شود نکته دیگر هم که مطرح هست این است که قدرت الهی نامتناهی هست قبلا اشاره کردیم که هر فائل به تناسب کمالی که داره حالا اگر کمالش نامتناهی باشد قدرتش هم می تواند نامتناهی باشد و از آنجایی که خداوند متعال دارای کمال نامتناهی هست نتیجه میگیریم که قدرت او هم نامتناهی هست و نام تناهی وقتی بیان میکنیم یعنی اینکه نمیشود حدی برای خداوند تعیین کرد که قدرت او تا این محدوده را شامل میشود و از این بیشتر رو خداوند قدرت نداره نعوذ بالله این گونه نیست بلکه شامل هر ممکن الوجودی میشود خب از این جد دامنش خیلی وسیع هست و نمیشود محدودهی برای اون در نظر گرفت خب حالا وقتی ما میگیم قدرت خداوند شامل هر ممکن الوجود می شود و در واقع همه ممکن الوجود ها مقدور الهی هستند نکته ای که وجود دارد این است که باید توجه داشته باشیم که مقدور بودن هر چیزی مستلزم تحقق آن نیست خب بعضی وقتا ممکن است این گونه تصور بشود که قدرت خداوند تعلق میگیرد به ممکن الوجود خب به مجرد تعلق قدرت الهی به ممکن الوجود باید اون موجود در واقع ممکن به وجود بیاید تحقق پیدا بکند پس دائره و محدوده قدرت الهی فقط در محدوده این اموری که موجود هستند در این حده حالا ممکن الوجود های کنوز تحقق پیدا نکردن بگیم این از محدوده قدرت الهی بیرونن بخاطر این که اگر قدرت الهی به اونا تعلق می گرفت حتما اینا موجود می شدن. ما میگیم این گونه نیست قدرت خداوند شامل همه ممکن الوجود می شود اما این که شامل ممکن الوجود شود معناش این نیست که پس اون ممکن الوجود حتما باید تحقق پیدا بکند نه ممکن است مقدور باشد اما محقق نشود خب بعد بیان میکنیم که چطور ممکن هست که مقدور الهی باشد اما تحقق پیدا نکند تنها امور تحقق پیدا میکند که اراده الهی به ایجاد اونها تعلق گرفته باشد پس قدرت بر هر ممکن الوجود تعلق میگیرد خب از این جد قدرت میتونه دایره وسیعی داشته باشد اما اون ممکن الوجود به مجرد تعلق قدرت تحقق پیدا نمی کند بلکه همراه با تعلق قدرت باید اراده الهی هم به تحقق اون تعلق بگیرد و بعد از آنی که اراده الهی تحقق پیدا کرد که این ممکن الوجود که مقدور الهی هست حالا تحقق هم باید پیدا بکند محقق می شود تا زمانی که اراده الهی تعلق نگیرد به تحقق یک ممکن الوجودی او به همون حالت ممکن الوجود بودن خودش در این حال به مقدور بودن الهی باقی می مند. اما وقتی اراده الهی تعلق گرفت اون زمان است که محقق هم می شود بنابراین وقتی ما میگوییم خداوند قادر هست معنایش این نیست که هر چیز را بتواند انجام بده بلکه معناش این است که هر چیز را که بخواهد میتونه انجام بده و اراده الهی وقت تعلق گرفت میتواند اون کار را محقق بسازد خب با این تعریف و نکته که بیان شد تا حدودی یه نکته دیگر هم روشن می شود و آن این است که محالات ذاتی از دایره مقدورات خارجه یعنی بعضی از امور هستن که کلا ممکن نیست تحققش خب ما گفتیم که قدرت الهی به ممکن الوجود تعلق میگیرد اگر یک امر محال باشد محال یعنی چیزی که مستلزم به اصطلاح عدم تحقق هست خب باید کمچنین چیز قدرت هم تعلق نمیگیرد لذا محالات ذاتی از دایره مقدورات الهی خارج است و سوال از این که آیا قدرت الهی به اونها تعلق میگیرد سوالی غلط غلطه که ما بیاییم بیان بکنیم که خداوند متعال قدرتش شامل محالات هم میشه یا نمیشود خب اگر بگوییم نمیشود بگیم پس قدرت الهی محدوده اگر بگوییم میشود پس این محال نباید محال باشه میگه چون این سوال در واقع سوالی هست که تناقض آمیز هست از این جد این سوال نباید مطرح بشود اصل حرف این است که قدرت خداوند متعال بر ممکن الوجود تعلق میگیرد و همه ممکن الوجود ها هم متعلق قدرت الهی قرار میگیرد اما محال وقتی محال یعنی قابل تحقق نیست محال یعنی چیزی که وجود ندارد و نمیتواند وجود پیدا بکند خب وقتی چیزی نیست مقدور هم قرار نمیگیرد یعنی قدرت و او تعلق هم نمیگیرد و به همین جهت است که توجه داشته باشیم که قدرت الهی فقط مربوط میشه به چیزهایی که ممکن هستن و از سوی دیگر این رو هم باید توجه داشته باشیم که همه مقدورات مورد اراده الهی واقع نمی شود و وجود نمی آبن. همه مقدورات هم این گونه نیست که به مجرد اینکه مقدور بود اراده الهی هم به او تعلق بگیرن نه خیلی از مقدورها هستند. متعلق قدرت هستن قدرت هم به اونا تعلق میگیره اما اراده الهی به اونا تعلق نمیگیرد و لذا موجود هم نمی شود. پس دایره مرادات و موجودات از یک از مقدوراته این رو دقت بکنیم که اون چرا که خداوند اراده میکند و می شود مراد الهی و اون چرا که خداوند ایجاد میکند و میشود موجود این مراد و موجود دائرش از مقدور زیختره مقدور خیلی اش وسیعه خداوند متعال به خیلی از امور قدرت داره اما اینکه اراده هم به اونا تعلق بگیرد تا بشود مراد اما این که ایجاد هم به اونا تعلق بگیرد تا بشود موجود اینا محدودتره. این نکته ای که باید توجه کرد اما اینکه چرا اراده الهی به بعضی از ممکنات تعلق نمیگیرد خب ما گفتیم که همه مقدورات رو همه ممکن الوجودها ها مقدور الهی است یعنی قدرت الهی برای ما تعلق می گیرد اما برخی از اونها موجود می شود و اونها هم موجودات هستند که مورد اراده الهی قرار بگیرند حالا پرسشی که مطرح می شود این است که چرا اون بعضی دیگر از مقدورات الهی مورد اراده الهی واقع نمی شود تا همه مقدورات بشود موجود تا همه مقدورات بشود مراد الهی خب این سوال رو باید در بحث های بعدی در درس های بعد انشالله پاسخ بدیم که اراده الهی کجا تعلق میگیرد و اون چیزهایی که مراد الهی قرار میگیرد باید چی ویژگی هایی داشته باشد و اونهایی که مراد الهی قرار نمیگیرد در این حال مقدور باقی میماند خب اونا چرا در این حالت باقی میماند که انشالله در جلسات بعد این مسئله رو بیشتر باز خواهیم کرد و به این سوال هم پاسخ خواهیم داد تا اون زمان همه شما رو به خدا بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وال محمد